الیک ملیک قماربازی که به گفته سرداری ریاست امور داخلی ختلان به مشکل گلوبالی تبدیل یافته است. برای مبارزه ناکافی به ضد این قانون شکنی اسکندر صالح‌زاده یکی از افسران زیر دستش را در حضور خبرنگاران سرزنش کرد. یک گروهی مفتی به دست آوردن پول مردم هایی. کسی که میبینه چشم میبوشه او همون بیاد به همون کارش خیانت میکنه و یکم عاقبت نداره. فهمیده؟ وظیفه همه اون از دیدن پس آورده چارجویی کن. دو کس میگوید نخواد در همون بازار کنان همگی دو کس باشه. در کدام بازار اسکندر صالح‌زاده از آن ناراضی بود که در ولایت بزرگی ختلان در سال گذشته فقط دو نفر را برای الیک ملیک بازی یعنی قلابی جزا دادند. جای های سرادم به مثل بازاری فراوان در قرغان‌تپه محل اساسی بازی الیک و ملیک است. محض در اینجا یک نفر با تبدیل ماهرانه جای توپچه کل ره گذران را از خود میکند. مرادعلی سفرف ساکن قرغان‌تپه یکی از آنها است که جبری الیک ملیک بازی را کشیده است. 50 سومانی بریدم خرسان شدم گفتم ما بریدم گفتم که بگفتن که یک لحظه استید باز بازی دوام داره گفت که بازی تمام نشده با 200 سومانی خوش کردیم به همون دیگه مبلغی که در دست همه همه اشرف دیگه ندیدم. با گفته مقامات انتظامی بیشتر مردم روستا و نورسان فریب بازی الیک و ملیک را میخورند چون فکر میکنند با آسانی صاحب پول میشوند. این هم نواری وزارت امور داخلی تاجیکستان که ماه اکتبر سال گذشته بعدی بازداشت یک نفر نشان داد. برادر خوردی سلیمان سعیدوف ساکن قرغان‌تپه از آنهاست که یک بار الیک ملیک بازی کرده و از کردش پشیمان شده است. او را با 500 سومانی به بازار فرستادند تا آرد و روغن بخرد. ولی یعنی فریفتای بازی میکنن شو و در یک مولت کوتاه واقعا می خیلی میشه که با کلی پولی پلای داشتگیش گم میکنن، یعنی از دست شمون شهروندان میگیرن و این نمیدونن که با کی مراجعه کنن. همین قدر سین همون نفر میگه که پلای مرا بر بگردونن، اونا در پاسخ میگن که خودت بازی کردی. بازی الیک و ملیک یا به تعبیر مقامات قلابی در همه شهرهای بزرگ تاجیکستان هست. در قرغان‌تپه اسکندر صالح‌زاده وعده داد که امسال مبارزه را با چنین بازی سخت میکنند و بعد از 6 ماه گزارش میدهند که چند نفر را برای چنین مردم فریبی دستگیر کردند.